به نام خداوند بخشنده مهربان. حرکت سعید محمدفر تو بر میگرده، یک کار ترکیبی خوب را از سایپایا شاهد هستیم. سایپایی که خیلی خرید آنچنانی نداشتی، ضربه سر شیرجهی و توپی در اختیار رادو قرار میگیره، میتونه کمک زیادی بکنه به پرسپولیس. یه برخورد ناخواسته، ترابی مقابل تیم سابقش، بازی دنبال میشه ستاره این روزهای پرسپولیسی ها. بازیکن سایپا در این صحنه اصلا هم نداشته، مرتشوی هم قرار میگیره. ترابی یه پاس خوب، آفساید نیست. دوباره بشار، حالا شیریز که در کنارش قرار گرفته، یه برگردون ناقص و توپی که گل میشه. در میان بحت و حیرت همه، توپ از بین پای فلاح‌زاده عبور میکنه و شاید وحید امیری تو خوابم نمیدید همچین گلی بزنه. تاوان سنگینی داره برای او و سایپا این پاس بلند، یه فرار از شیری، این برگردون و توپ نه، از بین دستاش عبور کرد. رو پشمان روحیه بده کادر فنی سایپا و افسوس آمد فلاح‌زاده پیش میاد برای هر بازیکن. اینجا تغییر مسیر توپ، چه طرح برنامه ای داره پرسپولیس. ترابی فرصت، اونجا شلوغ هست، توپی که گم میکنند و اینجا مدافعین توپو تومن یارگیری رو پرسپولیسی ها انجام میدن. خطرناک است این ضربه، ولی با اختلاف توپ از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون میره. به شکل پاس آفساید به نظر میرسید، ضربه روی پای سید جلال. شیری خودشو جدا میکنه، میره تبدیل موقعیت عالی دیگه بشه برای پرسپولیسیا. شیری سر بالا، علی پور یه ناهماهنگی و یه خودزنی کامل، توپ ربایی عالی سر بالا، ضمن که پایان بازی نیمه اولم اعلام شده. گلی که داور مسابقه با بازیکنان که درگیر شدن صحبت میکنه، روی تیره خطرناک است. حالا پشت محوطه جریمه زد حمله شکل میگیره یا نه، وحید امیری میتونه این کارو انجام بده با نفرات زیاد. حالا ترابی تو در میره، حرکت برای علی، علی پور میتونه شوت بزنه، یه سر توپ میزنه و این موقعیت که حالا از دست میره. گفتیم اسم نادری و انصاری رو تو خورد به دست رمضانی یا نه، اعتقاد رادو این هست و داور چنین نظری نداره. از میانه های زمین بلند برای رمضانی، این ضربه واکنش دیدنی رادو، خود سایپای ها اینو نشون میدن. ببینید با این قد و قامت نه چندان بلند، رفلکس بدنی فوق العاده او رو ببینید و لذت واکنش یک دروازه‌بان. یک تصمیم منطقی بگیره، میفرسته در محوطه جریمه و گل برای پرسپولیس، گل دوم در بهترین زمان ممکن و احمد نوراللهی یه بار دیگه گلزنی میکنه و سکوهایی که لحظه شماری میکردن برای دیدنه. یه اشتباه از خط دفاعی، یه بازیکن کجا قرار گرفت، میچرخه و ضربه رو میزنه، این بار کاری از دست فلاح‌زاده بر نمیاد. آخرین روزهای پاییز، خوش رنگ ترین رنگ ها برای پرسپولیسی ها. از چند نما ترابی، علی پور یه فرصت، کارت زد، این بار دیگه شکی درش نیست. و آیا کارت زرد دوم بود که بله، کارت زرد دوم برای مهیار جباری، بازیکن با تجربه هم. و این لحظه ای که خطر دروازه رادو رو تهدید میکنه و پایان این دیدار زیبا تماشایی و بازی قشنگی که دو تیم سایپا و پرسپولیس شاهد بودیم در ورزشگاه شهدای شهر قدس.